تسریع روند صلح افغانستان در نتیجه تفاهم مشترک اداره پیشین و جدید امریکا. تیم جو بایدن تاکید کرده است که خلیزاد باید پروسه صلح را تا مراسم تحلیل به یک نتیجه برساند. در لیری نده چه امریکان در حالت استقرار مستوامانی مخواستایی او هم و نلیوال کچه بانی در دوی در پار دیر در ناکامی خبره ده چه په شل کال کې دوی د افغانستان موضوع ورځ تر بلې ځینې خرابېږي او د حل لاره نشي ورته پیدا کولی او په جنګ کې هم ناکامه شوله. روز جهانی مبارزه بر ضد فساد. سازمان دیدبان شفافیت میگوید که سطح فساد در افغانستان به اوج رسیده است و دستگاه حکومتی فاسد است. صاحب خانم میگه که دوست است. این چرا این خلاص نمیشه؟ دلیل اساسیش همی است که ما مسائل بنیادی را حل نکردیم اینجا. ما ساختار دولت ما قسم است که فسادزا است. وضعیت سیاسی ما، جرمدار سیاسی ما قسم است که زمینه برای فساد مساعد میشه. بعد جو بایدن جنرال لود آستن را به وزارت دفاع آمریکا نامزد کرد. این جنرال متقاعد در جنگ افغانستان و عراق نیز سهم گرفته است. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. با ادامه خبرها با من خاطر احمدی خوش آمدید. تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از اداره ترامپ خواستند که پروسه صلح افغانستان را تا مراسم تحلیل به یک نتیجه برساند. معلومات رسیده به کابل نیوز نشان می‌دهد که اداره جدید آمریکا تلاش می‌کند تا هر چیز زودتر روند صلح افغانستان را به یک نتیجه برساند و به همین دلیل از اداره ترامپ خواسته است تا روند صلح افغانستان را تسریع کند. گفته می شود که به همین منظور زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر می کند. آگاهان امور می گویند که مقامات آمریکایی از بطی بودن پروسه صلح افغانستان خسته شدند و می خواهند که پروسه صلح افغانستان قبل از سال 2021 به یک نتیجه برسد، زیرا ممکن پس از آمدن بایدن استراتژی جدید آمریکا تغییر کند. آگاهان میگن که هرچند نمیتوان به زودی انتظار نتایج پروسه صلح را داشت، اما به گفته آنان با توجه به خواستهای طالبان چنین معلوم میشود که قبل از توافق سیاسی برخ تغییرات ژرف در وضعیت ایجاد شود، زیرا طالبان نظام کنونی را نمیخواهند. هرچند پس از دو ماه از آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر هنوز هم بحث بر مسائل اساسی صلح آغاز نشده است، اما چنین معلوم می شود که ایالات متحده آمریکا می خواهد که این پروسه را در مدت کوتاه به یک نتیجه برساند. بر اساس معلومات، افراد جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به تازگی از اداره ترامپ خواسته است که پروسه صلح افغانستان را تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به یک نتیجه برساند. و گفته می شود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نیز قرار است به افغانستان سفر کند. کارشناسان می گویند که مقام های آمریکایی از روند کند جاری پروسه صلح خسته شدند، زیرا به گفته آنان پس از شکست آمریکا در جنگ افغانستان اکنون این کشور خود را در میدان سیاسی نیز پیروز نمی خواند، زیرا پروسه صلح با گذشت هر روز طولانی می شود. در لیری نده چه امریکان د دې حالت څخه مستوماني مخاستای او هم په نړیواله کچه باندې د دوی لپاره ډېر د ناکامۍ خبره ده چې په شل کال کې دوی د افغانستان موضوع ورځ تر بلې ځینې خرابېږي او د حل لاره نشي ورته پیدا کولی او په جنګ کې هم ناکامه شوله او په سیاست کې هم تر اوسه پورې دوی په دې نه ونتوانېدله چې داسې یو لاره پیدا شي چې هغه معقوله لارې وي افغانستان پکې یو باثباته هیواد سی او د نړیوالو خپل پښې د دې ځای سو باسي. آگاهان میگویند ممکن این بار استراتژی حکومت جدید آمریکا خلاف حکومت های گذشته تغییر کند و به همین دلیل تاکید میکنند که پروسه صلح افغانستان قبل از تاریخ 20 جنوری سال 2021 به یک نتیجه برسد.
آنان میگویند هرچند انتظار نمی رود که پروسه صلح به زودی نتیجه بدهد، اما به گفته آنان با توجه به خواستهای طالبان چون این معلوم می شود که برخی تغییرات ژرف قبل از توافق سیاسی ایجاد خواهد شد، زیرا به گفته آنان طالبان خواهان استعفای رئیس جمهور و معاونین وی اند. از فکر کنم دوی امریکا نور نغواری چه د 2040 وروسته د افغانستان حالات و د افغانستان موضوع دوی په استراتیجیک ځای ولري. داسې یو حالت دی ځکه دوی غواړي چې د 2020 کې تر 2021 چې شروع کیږي دا موضوع یو د حل لار ورته پیدا شي. بحث‌های جدی در دوحه نتیجهش امروز نمیتونیم داشته باشیم، در 20 روز میگیره. مسئله ایست که طالبان میگن که نام حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نباشه، وقتی که جمهوری رو بکشن در حقیقت ریاست جمهوری اچ میشه، و در عقب ازی طالبان خواستار استعفای رئیس جمهور و معاونین شستن و بعد از اینا میخواین که به طرف یک حکومت موقت برن. آگاهان پروسه صلح را پیچیده می خوانند و می گویند این پروسه زمانگیر خواهد بود، اما مردم افغانستان خواهان نتیجه ملموسند. دا امکان نلری چې د ولسمشر ترامپ په دې پاتې څه باندې یو میاش کې به د صلح مسله نتیجه ورکړي. دا پروسه به ساده د وخت نیسي، اما د افغانستان د خلکو هیله او ارزو ده چې یو توافق رامنځته شي، اوربند وشي، او په نتیجه کې د افغانستان د خلکو هغه لویه هیله چې هغه سر تا سری امن ده حقیقت ورسید. او کدی ونه غواړي خپل ګټه لټوي د افغانستان په جنگ کې، د افغانستان په نام نه کې دغه شل کاله وخت یوس ونیو. فکر کوم شل کاله به نور وخت نسی. خو موږ وختنم دغه د افغانستان د متحدینو نه، د خاص کر د ګاونډیان نه، چې په دغه د سولې پروسه کې د موږ سره همکاري وکړي او جدي همکاري وکړي. هرچند تا اکنون موقف رسمی جو بایدن در رابطه با پروسه صلح افغانستان روشن نشده است، اما وای قبل از این در مصاحبه ها و مقاله هایش جنگ افغانستان را پایان ناپذیر خوانده بود و خواهان خروج هرچی زودتر نیروهای آمریکایی شده بود. روند توزیع بسته های کمکی برنامه دسترخوان ملی در 9 ولایت کشور آغاز شده است. توزیع بسته های کمکی دسترخوان ملی زیر چتر برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایات ننگرهار، لغمان، پکتیا، پنچیر، اروزگان، میدان وردک، بغلان، فاریاب، کابل و فرا آغاز شده است. از سوی هم مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات هنگام سخنرانی آغاز توزیع بسته های کمکی دسترخوان ملی در ولایت پنچیر میگن که برنامه دسترخوان ملی به منظور کمک به خانواده های نیازمند و متضرر از شیوع ویروس کرونا در کشور در دو مرحله تطبیق می شود. اعضای شورای ملی میگن که مسئله انتقال پول به کمپاین انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا باید بررسی شود. حسیب الله کلیمزای رئیس کمیسیون روابط جهانی مشران جرگ روز گذشته هنگام یک نشست گفت که پس از گزارش ها در رابطه با قطع برق و غیر فعال شدن کمره‌های امنیتی در افغانستان بانک، معلومات به آنان رسیده است که در کمپاین انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از دی افغانستان بانک پول انتقال شده است. سازمان دیدبان شفافیت میگه که تا اکنون به پرسش های آنان در رابطه با قطع 4 ساعته جریان برق و غیر فعال شدن کمره های در افغانستان بانک در ماه سرطان گذشته پاسخ دادن نشده است. در حال است که کابل نیوز آن زمان گزارش قطع 4 ساعته جریان برق و غیر فعال شدن کمره های این بانک را نشر کرد. پس از اظهارات در رابطه با انتقال پول به کمپاین انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از دی افغانستان بانک، اعضای شورای ملی خواهان بررسی جدی این مسئله اند. حسیب الله کلیمزای رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگ روز سه‌شنبه طی یک نشست ادعا کرد که بر اساس معلومات رسیده به وی، دی افغانستان بانک هنگام مبارزات انتخاباتی با جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پول انتقال داده است. 5 ساعت بعد که دی افغانستان بانک قطع میشه به لحاظ خدا، من امروز خبر شد که در روزا به کمپاین جو بایدن سوی پیسه روان شده. از این نفقه ای اولاد غریب شما در کمپاین امریکا پیسه روان میکنه؟ در تاریخ افغانستان کمره در افغانستان بند شده؟ مهمیت این بارزه به فساد اداره در سرمادی چرا دست بکار نمیشه؟ مرکز قضایی و عدلی چرا دست بکار نمیشه؟ همین کمیسیونی که در رئیس جمهوری افتتاح شد چرا دست بکار نمیشه؟
رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه تا اکنون ثبوت این ادعایش را ارائه نکرده است، اما دی افغانستان بانک نیست تا اکنون در این رابطه واکنش نشان نداده است. اما قبل از این کابل نیوز گزارش را به نشر سپرده بود که جریان برق دی افغانستان بانک تا 4 ساعت قطع و فعالیت کمره های امنیتی نیز متوقف شده بود. در عین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که مسئولان هنوز هم به پرسش های آنان در رابطه با قطع برق و توقف فعالیت کمره های امنیتی در افغانستان بانک پاسخ ندادند که این کار سبب ایجاد پرسش های زیاده شده است. خاموش شدن کمره های بانک مرکزی در یک وضعیت بسیار حساس پرسش برانگیز است. ما در دیدبان شفافیت افغانستان خواستار توضیحات و همچنان فیلم های از این کمره های امنیتی شدیم و بررسی که باید بعد از خاموش شدن این کامرای امنیتی انجام شد، اما متاسفانه بانک مرکزی افغانستان و حکومت افغانستان به درخواست های ما جواب ندادن و عدم جواب دادن به درخواست های ما در مورد توضیحات فیلم کامرای امنیتی و بررسی که بعد از این شده، پرسش های ما را در این مورد بیشتر می سازه که ممکنه در خاموش شدن از این کامرای امنیتی چه اتفاقات در بانک مرکزی افغانستان افتاده. در این حال آگاهان امور خواهان بررسی جدی مسئله انتقال پول از سوی افغانستان بانک به کمپاین انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا اند. آگاهان امور در رابطه به حیف و میل و هزینه بیمورد کمک های خارجی ابراز نگرانی می کنند. از مسئولین حکومتی مردم افغانستان تقاضا و خواهش شانی است که لطفاً از کمک های بلایوز به کشورهای جهان جلوگیری کنند، به خاطر که کشور خود ما اشد ضرورت به کمک های استراتژیک غرض تغییر زندگی رفاهی و اقتصادی مردم خود دارد. این در حال است که کابل نیوز در آن زمان گزارش را در رابطه به قطع شدن 4 ساعته جریان برق و توقف کمره های دی افغانستان بانک به نشر سپرده بود. سازمان دیدبان شفافیت میگوید که سطح فساد در افغانستان به اوج رسیده است و دستگاه حکومتی این کشور فاسد است. اعضای سازمان دیدبان شفافیت هنگام سخنرانی به یک نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه بر ضد فساد گفتند که فساد در افغانستان افزایش یافته است. دستگاه حکومتی فاسد و سیستم در حکومت عیار شده است که خود زمینه را برای فساد مهیا میکند. آنان میگویند که اگر فساد نباشد افغانستان میتواند که مشکلاتش را با استفاده از منابع داخلی حل کند، اما عاملین اصلی فساد در کرسی های مهم حکومت ایفای وظیفه میکنند. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هنگام سخنرانی و نشست از گزارش های رسانه ها در رابطه با فساد مقامات بلندرتبه حکومتی استقبال کرد، اما میگوید که تلاش های مبارزه بر ضد فساد تسریع شده است. 9 دسامبر که با روز جهانی مبارزه بر ضد فساد مصادف است، نشست های حکومتی و غیر حکومتی نیز به مناسبت این روز برگزار شده است. نهادهای مبارزه بر ضد فساد میگویند فساد در افغانستان به اوج رسیده است و دستگاه حکومت افغانستان تا حد بیشتر به منبع فساد مبدل شده است. آنان میگویند که سیستم تقرری ها در حکومت مملو از فساد است و کسانی که در کرسی های کلیدی ایفای وظیفه میکنند عاملان فساد و با قوانین احترام ندارند. این مبارزه وسیع شده. ما از پارلمان افغانستان هم میخواییم جایی که فساد به اوج خود رسیده و باید داریم که ما دعوت گفتیم که شما اگر فلتر درست نمانین افراد که متهم به فساد و سوء استفاده و نقض حقوق بشر و قاچاق هستن، شما اگر اینا اجازه بدین که برن به پارلمان رو پیدا بکنن، پارلمان دیگه شما باید توقع نداشته باشین. بنابراین فساد باعثی با وجود آمدن شبکه‌های بسیار مخرب دیگری میشه که در بسیار حالت‌ها اونا متاسفانه غیر قابل دید هستن. شما تعداد زیادی از کسایی که در داعش پیوستن، تحقیقات نشان داده که تعداد زیادش از ظلمی که در دولت عراق وجود داشت، اونا از اون شکایت داشتن که بی‌عدالتی وجود داشت، ظلمی ویژه توسط قشر خاص.
این اداره مبارزه بر ضد فساد میگوید افغانستان با کمک‌های جهانی نیاز ندارد، اما به شرطی که از منابع داخلی با گونه درست استفاده شود. آنان می‌افزایند که اگر مقام‌های بلند رتبه فساد نکنند، افراد زیر دست آنان در هیچ صورت جرأت فساد را کرده نمی‌توانند. کیها می‌تواند که مانع فساد شود؟ اول به نظر ما و به اساس تجربه‌ای که ما دارم، بیایم از خود شروع کنیم. اگر از خود شروع کردیم و خود ما در فساد آلودن نباشیم و فساد اختلاس و رشوت و فساد اخلاقی و اداری آلودن نباشیم، هیچگاه کسی دیگه زیر دست ما یک کار کردن نمیتونه و با جرأت و با مرأت دست از رو گرفته میتونیم. برای از اینکه شما به یادتان باشه، رئیس جمهور خودش گفت کمی کمی سونه سم شکایت چیکار است که مردم از پروسه حذف میکنه؟ با کدام سرایت شما را حذف میکنید؟ بسیار عصبانی هم شد سرازی. یعنی هر کس باید خدا بتونه کاندید کنه، مجرم بیایه، قاچاقبر بیایه، ناقض حقوق بشر بیایه، هر کس خدا میتونه کاندید کنه و سلام در پیش است، زورم داره، راه به زورم میگیره، به فسادم میکنه، امو رشوتم میده، هر کار رو میکنه که به پارلمان را پیدا کنه. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که تایی نشسته به مناسبت روز جهانی مبارزه بر ضد فساد سخنرانی میکرد، از گزارش های اخیر اداره های آزاد و رسانه ها در رابطه بر ضد فساد استقبال کرده است، اما میگوید که حکومت افغانستان تلاش هایش را در بخش مبارزه بر ضد فساد تسریع نموده است. البته ممکن است برخی از گزارش های رسانه ای مشکلات و کاسته های خود را هم داشته باشد و یا از شواهد و دلایل کافی برخوردار نباشد و یا هم گاهی غیر جانبدارانه برخورد کرده باشد، اما با همه اینها گزارش‌های تحقیقی یک وسیله بسیار عالی برای مبارزه با فساد است. ما در حکومت از این گزارش‌ها استقبال می‌کنیم، در موارد زیادی از آنها استفاده کرده‌ایم و همچنان رسانه‌ها را به ادامه این کار با روش حرفه‌ای و مستندتر تشویق و حمایه می‌کنیم. روز جهانی مبارزه بر ضد فساد در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که سیگار چند روز قبل در گزارش گفته بود که مبارزه با فساد در افغانستان تنها تا حد شعار و روی کاغذ است و رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه با تازگی گفته است و معلومات دست یافته است که پس از گزارش‌ها در رابطه با قطع برق و توقف فعالیت کمره‌های در افغانستان بانک، از این بانک با کمپاین انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پول انتقال شده است. محبوسین زن در زندان پلچرخی از سوی زندانیان داعش با خطر مواجه می باشند. دریافت های هیئت کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که وضعیت زندانیان بگرام و پلچرخی را از نزدیک ارزیابی کرده است نشان می دهد که محبوسین زن در زندان پلچرخی از سوی زندانیان داعش به مرگ تهدید شدند و با خطر مواجهند. در گزارش این هیئت آمده است که فرمان رئیس جمهور در زندان بگرام عملی نمی شود و برخی از زندانیان نیز هستند که مدت حبس آنان تکمیل شده است، اما بر دوسیه های آنان غور نمی شود. در همین حال اداره تنظیم زندان ها نیز این مشکل را می پذیرد و می گوید که برای حل آن تلاش می کند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که وضعیت محابس بگرام و پلچرخی را ارزیابی کرده است، گزارش یافته هایش را با نشست عمومی ولسی جرگه شریک ساخت. اعضای این کمیسیون میگن زندانیان اوناس محبس پلچرخی که شب و روز را با اعضای خانواده های جنگجویان گروه داعش سپری میکنند، از سوی زندانیان داعش به مرگ تهدید شدند. مشکل زندان و ناسیه ای بود که زندانی های داعش هم فامیلایشان همراه خانمایی که در پل چرخی است یک جا بندی است و اینا میگه همه روزه از طرف امو خانمای داعش ما تهدید میشیم که خارجی هم است اونا و میگه که صبح پیروزی طلوع میکنه و ما همه شما را از دم تیغ میکشیم. بر اساس یافته های این گزارش، فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه با رهایی زندانیان محبس بگرام عملی نمی شود و برخی زندانیان دیگری که مدت حبسشان تکمیل شده است تا هنوز سرنوشت آنان معلوم نیست و بر دوسیه هایشان غور نمی شود. عدم تطبیق فرامین رئیس جمهور کشور به طور یکسان محبوسینی که روابط پا
پول ندارن و زندانیان بگرام از مزایای فرامین ریاست جمهوری مستفید نمیگردن. 5. عدم تعیین سرنوشت زندانیانی که میعاد حبس ایشان تکمیل شده است. صدها زندانی را وحدت صابین جشش ما ملاقات کردیم که اکمال حبس کردن. متاسفانه هیچ کسی به داد اینا نمیرسه که حد اقل دوسیه آخریشان مطالعه شد و اینا رها بگردن. کمیسیون امنیت داخلی ولسیجرگه زندانیان محبس پل چرخی را به این دلیل با وضعیت نامناسب مواجه می‌خوانند که این زندان برای 4500 زندانی اعمار شده است، اما اکنون تعداد زندانیان آن به 6773 تن می‌رسد. در گزارش این هیئت ولسی جرگه آمده است که بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی 2485 زندانی طالبان و 125 زندانی حزب اسلامی از زندان بگرام رها شدند. اما در این حال اداره تنظیم زندانیان نیز این مشکلات را میپذیرد و میگوید که برای حل آن تلاش میکند. اداره تنظیم امور زندان ها دقیقاً به خاطر رسیدگی به همه چالش ها و مشکلات ایجاد شده، اما رسیدگی به تمامی مشکلات به گونه یک شبه امکان پذیر نیست و ما برنامه های لازم و دقیق و جامع و فراگیر در تمامی بخش ها و رسیدگی به تمامی مشکلات داریم، از جمله ترتیب برنامه ملی اصلاحات 3 ساله اداری تنظیم امور زندان ها خوشبختانه تکمیل شده و قرار است در جلسه بعدی کابینه کشور مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره و تایید شود. این گزارش ولسی جرگه در رابطه با محابس پل چرخی و بگرام در حال است که ماه گذشته میان مسئولان و زندانیان محبس هرات درگیری صورت گرفته بود که در نتیجه آن 14 زندانی کشته شده بود. کنگرس آمریکا لایحه خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی را از افغانستان تصویب کرد. این لایحه که بخش از لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده است، رئیس جمهور ترامپ را مجبور می‌سازد تا روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی را از افغانستان و آلمان آهسته سازد. لایحه بودجه دفاعی 740 میلیارد دلاری آمریکا روز چهارشنبه با 335 رأی موافق در برابر 78 رأی مخالف تصویب شد. در بخش از این لایحه آمده است که سربازان آمریکایی باید مسئولانه از افغانستان بیرون شوند و نباید شمار نیروهای آمریکایی از حدود 4000 تن در اوضای کنونی کاهش یابد. پیش از این وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که قرار است نیروهای این کشور در افغانستان تا حدود 2500 تن کاهش یابند. آمریکا میگوید انتظار دارد که حکومت افغانستان تعهداتش را در بخش مبارزه با فساد عملی کند. راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان در پیام به مناسبت روز جهانی مبارزه بر ضد فساد گفته است که حکومت افغانستان باید تعهداتش را در بخش تقویه اولویت‌های شفافیت و حسابدهی عملی کند و اصلاحات مورد نیاز را در رابطه با مجازات افغانان زورمند به میان آورد. و افزوده است که مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد میتواند حمایت گسترده افغانها را تقویت و همچنان حمایت دوامدار سازمان ملل را از آن خود کند. ویلسون گفته است که حکومت افغانستان در برابر افراد دخیل در فساد اقدامات عملی کند و در این رابطه تعهداتش را عملی نماید. نیروهای آمریکایی در جریان حضورشان در افغانستان هزاران جریب زمین افراد ملکی را غصب کرده بودند. نیویورک تایمز گزارش داده است که نیروهای آمریکایی در طول حضور و ماموریت خود در افغانستان هزاران پایگاه کوتاه مدت و بلند مدت را ایجاد کردند و هزاران هکتار زمین افغانهای عام را غصب کردند. این منبع گفته است که نیروهای آمریکایی حتی زمینهای زراعتی مردم را غصب کردند و هرچند صاحبان زمین برای بازپسگیری این زمینها از راههای قانونی مبارزه نمودند، اما همه تلاشهای آنان بی نتیجه مانده است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی هیچ گونه غرامت به صاحبان زمین نپرداختند، در حالی که زمینهای وسیع برخی زمینداران کشور از 20 سال به این سو به پایگاه‌های نظامیان آمریکا مبدل شده است.
پلیسی جرگه میگوید که حکومت از تحقیقات در قضیه حمله بر پوهنتون کابل جلوگیری میکند. رئیس پلیسی جرگه هنگام سخنرانی به نشست عمومی این جرگه بر عدم همکاری مسئولین امنیتی در رابطه با حمله بر پوهنتون کابل انتقاد کرد و از پلیسی جرگه خواست تا در این مورد تصمیم بگیرند. در همین حال اعضای پلیسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفتند که در حکومت چور ملی آغاز شده است و رئیس اداره تدارکات ملی با شرکت های قرارداد می دهد که با آنان وابسته باشند. برخی از اعضای پلیسی جرگه بر حکومت انتقاد می کنند که شورای عالی مصالحه را در انحصار خود درآورده است و ترکیب این شورا را نیز همشمول نمی دانند. از حمله مهاجمان انتحاری بر پوهنتون کابل حدود یک ماه سپری می شود، اما تا اکنون در مورد این حمله تحقیقات همه‌جانبه صورت نگرفته است. هرچند معاونیت اول رئیس جمهور اعلام کرد که این حمله با همکاری طالبان از سوی جنگجویان گروه داعش صورت گرفته است و تصاویر افراد منصوب به جنگجویان داعش را نیز نشر کرد، اما ولسی جرگه می گوید که مقام های افغان با هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه در رابطه با حملات تروریستی بر پوهنتون کابل و کورس کوثر دانش همکاری نمی کنند و جلوی آن را می گیرد. رئیس ولسی جرگه هنگام نشست عمومی بر اداره های امنیتی انتقاد کرد که نه امنیت را تامین کرده می توانند و نه با پاسخ دهی حاضر می شوند. برتباط حادثه کورس کوثر و پوهنتون کابل که مسئولین امنیتی باید اعزامی کمیسیون امنیت داخلی هیچ نوع همکاری نمی نماید، در این مورد تالار تصمیم بگیرد که مسئولین امنیتی نه امنیت گرفته می توانند و نه پاسخگو هستند. اعضای ولسی جرگه در برابر سوی استفاده از کد احتیاطی 91 از سوی حکومت نیز واکنش نشان دادند و می گویند که در حکومت تارا جریان دارد. وکلا ادعا می کنند که اعضا و رئیس اداره تدارکات ملی قراردادها را به شرکت های وابسته به خودشان می دهند و شرکت های دیگر را در لیست سیاه شامل می سازند. رئیس تدارکات ملی و اعضای تدارکات ملی پروژه هایی که به نفع مردم افغانستان به یک افراد میدن که اینا وابستگی به خود از اونا دارن و امتیاز کلان به این افراد داده میشه و شرکت هایی که واقعا صادقانه کار میکنن این جنابان به لیست سیاه اونا رو داده. زنگ چوری ملی زده شده در گمرکات، مواد نفت، در پلیس سرحدی که هست، در تمام جایی که عواید است نفرای خود زینا میره مقرر میشه دزدی میکنه. متاسفانه این کد 91 اکنون کد احتیاطی نه بلکه کد خیانت ملی است. ولسی جرگه شورای عالی مصالحه ملی را به انحصار متهم میکند و میگوید که در ترکیب آن تا حد بیشتر سیاسون جمع شدند که ادامه قدرتشان را در جنگ میبینند. اعضای ولسی جرگه میگویند که رئیس جمهور به وزارت معادن و پترولیم و اداره نور و استاندارد هدایت داده بود تا شرکت معصوم به TCRC را تعلیق کند، اما این شرکت از خزانه دولت 300 میلیون دلار را تاراج کرده است. خلق د مصالحي عالی شورا کې راټول شوی یا هغه سیاستونه راټول شوی چې په جنگ کې خپلې ګټې ویني یا هغه چارواکي راټول شوی چې په جنگ کې د قدرت بقا غواړي. په تاریخ 27/8/98 هدایت ریاست جمهوری با وزارت معدن و پترولیم و به اداره نرم استاندارد به خاطر به تعلیق قرار دادن شرکت خیالی TCRC که قطعا وجود نداره و بیش از 300 میلیون دلار از خزانه دولت از دارایی عامه را به تاراج میبرد، در حال تعلیق قرار بگیرد و شرکت متذکره به سارنوالی معرفی شود. در این حال وکلا موجودیت معینیت تعلیمات اسلامی را در چوکات وزارت معارف حتمی می‌خوانند و می‌گویند که در این مورد نشست خاص را در روزهای آینده برگزار خواهند کرد. آنان می‌گویند که انتقال مکاتب ابتدایی به مساجد نیز تصمیم نادرست است. به نسبت عدم موجودیت دلایل قانونی و جایگاه منطقی در مورد تصمیم ادغام معینیت تعلیمات اسلامی و تدریس صنوف اول الی سوم در مساجد، خواهان ابقای معینیت تعلیمات اسلامی در چوکات وزارت معارف به نسبت عدم موجودیت دلایل قانونی و جایگاه منطقی در مورد تصمیم ادغام معینیت تعلیمات اسلامی
و تدریس صنوف اول الی سوم در مساجد خواهان ابقای معینت تعلیمات اسلامی در شوکات وزارت معارف و مخالف تدریس صنوف اول الی سوم در مساجد می باشیم. پلیس جلگه علاوه بر اختطاف کودک به نام عبدالرؤوف در بلخ از تحقیقات در رابطه با کد 91 نیز خبر می دهد. با ادامه خبرها خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا لوید آستین جنرال متقاعد را رسما به وزارت دفاع نامزد کرد. بایدن طی اعلامیه گفته است که جنرال آستین هنگام خدمت در قصر سفید و نیز خارج از آمریکا با نیروهای این کشور ظرفیت رهبری و شخصیتش را ثابت ساخته است. جنرال آستین در جنگ افغانستان و عراق نیز پیشینه ماموریت دارد و اگر وی را سنا تایید کند نخستین وزیر سیاه‌پوست آمریکا خواهد شد. وی 41 سال سابقه نظامی دارد و جو بایدن در 20 ماه جنوری مراسم تعلیف را انجام خواهد داد. وی به دلیل رفتار تبعیض آمیز و خشونت‌بار دوران حکومت ترامپ با سیاه‌پوستان و مسلمانان زیر فشار قرار دارد تا افراد بیشتر اقلیت‌ها را در کابینه‌اش جا دهد. ممنون از توجهتون و خبرهای این ساعت. شبتون بخیر. خدا نگهدار.